بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما میبینیم در شهر انسان که بیمار میشه مراجعه میکنه به دکتر، درمانگاه، بیمارستان، درمان میشه، بیماریش از بین میره. ولی یه مشکل هم هست و اون این است که این داروها نیاز انسان به درمان و دارو را زیاد کرده. یه روزی مصرف دارو مثلا یه مقدار اندکی بوده، الان صدها برابر شده. ما روزی که رفتیم مشهد 30 سال قبل 2 تا داروخانه داشت، اونم خالی. الان هزاران داروخانه و پر. شما آمار دارو را ببینید. این درمان، این داروها نیاز به دارو را زیاد کرده. امروز یک قرصی مصرف میکنید، 2 هفته دیگه 2 تا قرص، 1 ماه دیگه 3 تا قرص، 3 تا دارو مصرف کنید. این شبهه وجود دارد که این داروها جوری درست شده که ما وقتی مصرف کنیم نیاز به دارو بیشتر بشه، به خاطر اینکه این هدفهاشون، این داروسازان اصلی، این شرکت های صهیونیستی، هدفشون این است که هدفشون مادیه، میخوان کاری کنن درآمدشون زیاد بشه. دلشون به حال ما نسوخته است. ما این را میبینیم، میابیم. شما آمار دارو را ببینید، هر سال چند برابر میشه. اینا عمدن یک کاری میکنن که ما نیازمون به دارو بیشتر بشه و درآمدشون بیشتر و بیشتر میشه. دارویی که درست میکنن و برای ما میفرستن غیر از دارویی که خودشون مصرف میکنن. یک رفیقی دارم میره آلمان، از اونجا اسپرین میخره. میگم که ایران پر اسپرین، چرا میری از اونجا اسپرین میخری؟ میگه اسپرینی که ما داریم با اونا خیلی فرق میکنه. او یک قرصش میخوری فورا سرماخوردگی از بین میره، ولی اینجا هرچی هم مصرف میکنی اثر نمیکنه. علی حال این مسئله هست. پس درسته، این را هم باید بپذیریم که شهرنشینان به جهت وجود درمانگاه و دکتر و دارو و بیمارستان کمتر بیمار میشه، جمعیت شهرنشینی زیاد شده، مرگ نوزادان کمتر شده، مرگ مادران کمتر شده. اینه باید قبول کنیم، چیزی نیست که میتونیم منکرش باشیم. پس ما در حقیقت باید این دو مطلب را قبول کنیم. میگیم این صحرانشینی سبب میشه که بدن انسان مقاومتر بشه. اینه باید قبول کنیم، این چیزی نیست که منکرش بشیم. واقعا صحرانشینان کمتر نیاز دارن به دارو و درمان، کمتر نیاز دارن، بدنشون قویتر و در مقابل بیماری مقاومتر است. از طرفی هم باید بپذیریم که این پزشکی رایج، پزشکی کلاسیک و پزشکی کل انواع پزشکی و طب نقشی هم داره در مقابل وبا، مثلا تدابیری دارن، جلو وبا میگیره، جلو مرگ نوزادان را گرفته، جلو مرگ مادران را گرفته است. هرچند نیاز به دارو را زیاد کرده، هرچند عمر انسان کوتاه شده است، ولی این منافع او دارد. پس یه مقدار از این باید بپذیریم، یه مقدار هم از این. خلاصه آیا میتونیم بگیم که نیاز به دارو بعدن به وجود آمده؟ بنده معتقدم این است که نه، نیاز به دارو از روز اول بوده است. از روز اولی که حضرت آدم به این زمین آمده نیاز بوده. چرا؟ به جهت این که حضرت آدم از یک جایی آمده که رفاه بوده، زندگی مرفهی بوده، زندگی برتری بوده، از بهشت آمده به این دنیا. و کسی از یک جای مرفه و جایی که پر امکانات باشد منتقل بشه به یه جایی است که امکانات ضعیف هست، شرایط سختی دارد، یقینا بیمار میشه، نیاز به دارو و درمان دارد، پیدا میکند. انسان شهری اگر بره تو صحرا آب راکت بخوره یقینا بیمار میشه.
انسان شهری بره تو صحرا در مقابل سرما و گرما وسیله گرمایش و سرما نداشته باشد یقینا بیمار میشه. حضرت آدم هم همچه حالتی داشت. از بهشت از یه جایی است که در نهایت سلامتی و برتری و امکاناتی که داشته به این زمین سخت و شرایط سخت زمین آمده. در روایات ما می فرماید که وقتی حضرت آدم به زمین آمد آب بدنش را از دست داد، پژمرده شد، قدش کوتاه‌تر شده، بدنش جمع‌تر شده به خاطر اینکه شرایط زمین برای او سخته. و حالا انسان شهری میبینی یه مدتی که بره توی صحرای تو روستا چهرش عوض میشه، بدنش خشک‌تر میشه. پس اینجور با این همه دلیلی که آوردیم نتونستیم نفی کنیم نیاز انسان به دارو از روز اول. این نیاز باید بگیم از روز اول وجود داشته است. هر چند این مسئله را هم قبول کنیم که انسان اگر از شهرنشینی بره توی صحرا بشینه یا توی روستا بشینه بدنش مقاومتر میشه مرور زمان، این را باید بپذیریم. این را هم میپذیریم نیازش به دارو کمتر میشه، اما اینجور نیست که نیاز نداشته باشه.